این روزا اگه به رسانه های حکومتی نگاه کنین، در بنبست بودن نظام آخوندی رو در تمامی زمینه ها اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصویر میکشن. از طرف دیگه جامعه هم در وضعیت انفجاریه. حالا تو چنین شرایطی آیا رژیم میتونه مانع قیام ها بشه؟ و اینکه خامنه ای در این شرایط برای حفظ نظامش چه نقش مسیری داره؟ در همین رابطه دعوت کردیم از آقای احمد کامیاب. آقای کامیاب با سلام و ممنون از حضورتون در این برنامه. با سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز، در خدمتم. خواهش می‌کنم، خدمت از ماست، خوش آمدید. سوال اول رو اجازه بدین با این آغاز کنیم که اساساً چرا میگیم رژیم در تنگنای شکست‌ها و بن‌بست‌ها قرار داره؟ اگه اینطوره پس آیا سرکوب میتونه مانع قیام بشه و تروریسم هم مثل سالهای گذشته رژیم رو نجات بده؟ بله، خب اگه یک بررسی کلی وضعیت کنونی رو بکنیم، در حال حاضر به طور خاص در سال 1402 وضعیت اقتصادی رژیم به کلی فروپاشیده است و در هم ریخته، این که دیگه خودشون دارن اذعان میکنن از مهره‌های مختلفشون. از طرفی شاهد ریزش سران یا مهره‌های سرکوب، سپاه، بسیج و نیروهای دیگه سرکوب هستیم به دلیل همین فروپاشی. این از یک طرف وضعیت خود نظام، از طرفی هم با یک جامعه انفجاری روبرو هستیم که هر روز داره فشار برش، فشار معیشتی و همینطور سرکوبی که برش شده روز به روز افزایش پیدا میکنه و بحرانی تر و باز به نقطه انفجار نزدیک. و از طرفی دیگه در حقیقت مواجه رژیم با یک مقاومت سازمانی یافته که در حقیقت 44 ساله با این رژیم دنگ در چنگه و داره روز به روز در حقیقت اطلاع پیدا میکنه این جنگ و ضربات سنگین تری میزنه. اگه بخوایم ماحصل و برایند همه این موضوع رو میگیم، خب میشه اون وضعیت بن‌بست، همین که الان گفتی، و ورشکستگی رژیم، اون که راه پس و پیش نداره. خب رژیم همیشه هم که الان داخل صحبت یا سوالت هم بود، رژیم با اهرم سرکوب این موضوع رو همیشه، وضعیت جامعه رو با اهرم سرکوب خواسته کنترل کنه یا مهار بکنه و انواع در حقیقت جنایات دیگه مثلا پدیده مثل کرونا که خب یک پدیده جهانی بود و در همه کشورها بود رو مثل اهرم سرکوب استفاده بکنه. شاهد بودیم که با گسترشش و در حقیقت ممانعت از خلاصه ارسال یا وارد شدن واکسن های معتبر، خب آمار تلفاتی که در ایران داشتیم از مردم عزیزمون بالای 500,000 بود و دیگه همه انگشت گذاشتن، این به خاطر در حقیقت سیاست کثیفی بود که شخص خامنه ای از همون ابتدا که گفت بلا رو تبدیل به فرصت بکنیم در حقیقت کرد. و کارهای دیگه مثلا در قیام اخیر شاهد خلاصه اعتراض مردمی بودیم که رژیم بیش از 750 شهید کرد و 30,000 دستگیری، بیش از 30,000 البته. خب این در حقیقت اون روش کار رژیم بود در همه بحران ها، در همه شرایط مختلف، ولی میبینیم که دیگه این تأثیر خودش رو از دست داده، به جای اینکه خلاصه جامعه رو به محاق ببره جوشانتر و غلیانتر میکنه. از بابت تروریستی و در حقیقت اون همیشه عمق استراتژیکش هم که سالها رژیم این سرمایه های این مملکت رو خرج خلاصه این مزدورای نیابتیش و خلاصه جاپاهایی که در کشورهای مختلف داشته، دیگه به قول خامنه‌ای دجال که میگفتش که ما اونجا خط میبندیم که خلاصه جنگ نیاد تا خونمون، اگه اونجا نباشه بیاد خلاصه دوربر خودمون، دور بیت عنکبوت در حقیقت این جنگ در میگیره، الان شاهدش هستیم که در گرفته. یعنی دیگه اون کارها هم تأثیر نداره، علاوه بر این که برعکس خودش دیگه یقشو میگیرن در خیلی جاها. به غیر از اون موضوع در حقیقت الان شاهد هستیم که دیگه خیزش ها قیام در خلاصه اطراف بیت العنکبوت در جریانه و دیگه رژیم نمیتونه ازش فرار بکنه با کارهای تروریستی. بله، حالا از طرف دیگه تمام شواهد هم نشون میده که پروژه انقباض و یه دستسازی که از سوش رئیسی در اومد هم به شکست انجامیده. میخوام ببینم حالا نقش مسیر خامنه‌ای برای آینده و
حفظ نظامش چی میتونه باشه؟ بله، روی نکته مهمی انگشت گذاشتیم. خب از دو سه سال پیش به طور خاص، مثلا از سال 98 به بعد، خامنه‌ای متوجه شد که با جامعه‌ای روبروی که دیگه نمیتونه با اون دستگاه شقه و دو سره و سه سره و اینا چیز بکنه، از همونجا هم شروع کرد به زمزمه‌های این که دیگه این دولت جوان حزب اللهی باید همه چی یک دست باشه. به طور عملی هم این بهار پرداخت، یعنی شروع کرد به جراحی، از مجلس شروع کرد، یک دست مجلس به قول خودشون انقلابی و یک دست ولایی، یعنی یک طویله واقعا یک دستی که همشون مهرای خودش بود، و بعدش هم بیرون کشیدن رئیسی از اون قوطی که واقعا با همه آب روح ریزی ها، یعنی خرجی که کرد، هزینه ای که کرد سر این موضوع که این جلاد رو بکشه بیرون، با این خط، با این نیت که در حقیقت بتونه هیئت حاکمه رو در همه ابعاد، چون قضایی هم که زیر دست خودش، یک دست کنه که بتونه در مقابل این خیزش، این قیام، خلاصه این خلاصه فوران انفجار جامعه بتونه خلاصه مقاومت بکنه و از هم نپاشه. خب شاهد بودیم همین که الان گفتی، در دو سال اخیر نه تنها این موضوع، خلاصه این خطی، این هزینه‌ای که کرده بود به نتیجه نرسید، درست عکس خودش هم عمل کرد، شاهدیم که دیگه اینها رو، این موضوعات رو جناح داخلی رژیم دارن میگن از ورشکستگی و افلاس این جلاد و دولتش، که دیگه در حقیقت سکوت و در حقیقت این سقوط رو شتاب داد، از بابت بعد اقتصادی، از بابت شتاب داد و بهش در حقیقت نه تنها هیچ مسئله از این تمامیت رژیم حل نکرد، بلکه در حقیقت دردی به دردها یا در حقیقت موضوع به موضوع خامنه ای اضافه کرد. از طرفی هم همواره رژیم برای راه نفس و نجات تمامیت نظامش، پروژه‌ای که از اون ابتدا رفسنجانی استارت زد به بمب اتم، یعنی میخواست بمب اتم رو در حقیقت عامل حیات و نظامش بکنه، و این همه هزینه کرد که شاید بدونیم از همون ابتدا این پروژه گرزاد شد، چون که مجاهدین این پروژه رو افشا کردند و موضوعاتی که پی در پی به خلاصه درگیر شد. یعنی اگه بخوایم سرجم بکنیم، اگه الان رژیم 100 تا بمب اتمی هم بسازه، چون دیگه اون مسئله بمب اتمی خواست راه نفس بیرونیش رو حل کنه، یعنی بتونه در جامعه بین الملل خلاصه عامل باجگیری و زوری داشته باشه که بتونه درش خطش رو پیش ببره. الان اون چیزی که داره تهدیدش میکنه در داخل و در کف خیابونه، یعنی دیگه اگر 100 تا بمب هم بسازه دیگه مسئله ازش حل نمیکنه، چرا که اون پایه، اون اساسش در تهدید و در خطر هستش توسط قیام و جوانهای شورشی. بله، حالا به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که آیا رژیم توان حذف مجاهدین به مثابه آلترناتیو برانداز خودش رو داره؟ درود بر شما. در سوالای قبلی ما به وضعیت رژیم پرداختیم و وضعیت به طور واقعی، این چیزی که ارش در گریبانگیرشه، و به موضوع مهمی که همین که سوال کردید، در حقیقت چون این رژیم یک هماوردی در مقابلش هست، در این جنگ و رویاروییه که خلاصه رژیم به این نقطه رسیده. این عامل اصلی خب همون مقاومت هستش. 44 سال رژیم، از همون سال 60 که خمینی ملعون فرمان کشتار مجاهدین رو شرعن و عرفن خلاصه داد، تمام تلاش رژیم به حذف مجاهدین بود، به طور مشخص حذف فیزیکی، حالا بقیه موضوعات که پشترش، که تمام اگه بخوایم بگیم هزینه رو هم پرداخت از همون سال تا همین چیز. اگه برگردیم به همین نزدیک، در 1402 شاهد بودیم که تمام معاملات و مذاکرات پشت پرده‌ای که رژیم از رئیسی تا بقیه مهراش با تمام کشورهای غربی کردند و در حقیقت تاراج سرمایه های مردم، چون معامله که میکنه این داره از ثروت مردم، سرمایه مردم داره به باد میده، در قبالش بتونه چیکار بکنه؟ محدودیت و خلاصه ممانعت کنه از فعالیت های در حقیقت آلترناتیو به طور مشخص مجاهدین، که شاهد بودیم قبل از گرد همایی در حقیقت همین امسال در که تیر ماه برگزار شد، دیگه هفته قبلش توسط این نماز امام جمعه هایی که رأساً در حقیقت خط خامنه ای و کل نظام رو میرن بر منابر و جار میزنن، دیگه شروع کردن به
در حقیقت پشتک و بارو که آره پیروز شدیم و بعد دیگه اینا الان دیگه در هیچ جا امنیت ندارند و اینجوری کردیم. یعنی مشخصا دیگه خودشون بیان کردن که تمام خلاصه خط و نقصیرشون در این دو ماهه و سه ماهه اصلی ترینش در حقیقت محدودیت و خلاصه اون فشارها، اون که خلاصه مقاومت رو ببرن به محاق نتونه کار بکنه. خیلی هم پیروزیاشون رو عربده میکشیدن که دیگه کار تمومه. و اگه بخوایم بگیم بعد از یک هفته قیافه‌شون دیدنی بود، بعد از برگزاری با شکوه چهار روزه گرد همایی مجاهدین با اون ابعاد، با حمایت 3600 نماینده پارلمان‌های کشورهای مختلف. این قدرت سیاسی هست، یعنی چیزی هستش که خب نمیتونیم بگیم که فلبداهه انجام شده، نمیتونیم بگیم که رژیم تمام توانش رو نگذاشت. یعنی رژیم تمام اون چیزی که در چنتش بود رو گذاشت. این از یک بابت، چه علنا اعلام کرد چه در پشت پرده. خب در مقابل شاهد این جنگ و مقابله بودیم و نتیجهش که همین که گفتم الان 76 تا مجلس قانونگذاری حمایت کردن، بیش از 120 مقام رئیس جمهور و نخست وزیر کشورهای مختلف که خیلی هاشون همین الان مطرح هستن در کشورشون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، یا 70 تا از خلاصه برندگان جایزه نوبل. اینها در حقیقت قدرت سیاسی و پایگاهی هستش که مجاهدین و مقاومت در کل جامعه بین المللی دارند، علارغم این که دولت‌های خلاصه غربی، همون که دیدیم داستان‌های فرانسه و اعلام ممانعت از تظاهرات و این که ممنوع و اینا، علارغم این، نه اینکه شرایط خونسا باشه، تمام توان اون دولت‌ها بر این بود که این برگزار نشه. خب در این رویارویی وقتی که دو تا خلاصه مبارز در مقابل هم چنگ در چنگ میشن، یک هیولا و مقاومت، خب نتیجهش خودش گویاست. این که پرسی دیگه آیا میتونه دیگه در صحنه دیدیم، یعنی جدای از هر تفسیری هر بحثی، در صحنه دیدیم که نتونست. یعنی در این رویارویی، این هیولای ولایت و تمام استعماری که پشتش خلاصه هست و میاره با سیاست کثیف مماشات، نتونستن از مقابله در حقیقت در مقابله مقاومت پیروز بشن و اون رو به محاق ببرن. این اون قدرتیه که خب در پاسخ سوال شما چیزیه که دیگه خودشو داره نمایان میکنه و اتفاقا همه به چشم میبینن که دیگه این مقاومت نیروی هست، پشتیبانی داره، چه در بین المللی چه در کف خیابون با اون 10,000 پراتیکی که دیدیم پخش شد. یعنی اون ریشه هایی که در حقیقت این مقاومت رو داره چیکار میکنه، حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. خب این تمامیت یک مقاومت هستش که انشالله به زودی این رژیم رو به زوالدان خواهد انداخت. بله، با سپاس از شما که در این برنامه با ما همراه بودید. با تشکر از شما.